ای بابا چه گیری افتادم من. بالاخره شیری میخواد چی کار کنی؟ نقشمون چیه؟ نمیدونم، از دست این فرهاد بیمسئولیت. فرهاد ولش کن، اون دوتا پلیس ها برامون درد سر شدن. خسرو میگم یه استراحتی بکن، شاید پشیمون شدی مثلا خواستیم برگردیم. نه بابا اصلا حوصله ندارم، دلاشوبه دارم، خوابم نمیبره تو این موقعیتی. میگم دایی چطور من یه دیدی بدم تو صندوق عقب ماشین بندازم ببینم نقشه‌شون چیه؟ اونجا دوربین داره، لو میریم با کلو کاسکت میرم. خب ده چه فرقی داره با کلو کاسکت هم بری؟ اون مهمون داره میفهمه، اون خسرو نامرد سر صدا میشه، نقشه‌مون همه لو میره. بعد چیکار کنیم؟ بالاخره همینجوری به پای میدیم دیگه دایی. من به پا نیستم که، من مثل شما به پا نیستم اینجا، من خسته میشم، من گشتمه، من اصلا خوابم میگیره. چرا غور میزنی؟ هیکل اندازه فیل، مغز اندازه مورچه. خب بلند شو بری بخواب. برم بخوابم؟ خوابم سنگینه. تو چشام صاف صاف نگاه میکنی، حرفا رو میزنی. خب ببین یه کاری کن، برو این پایین قهوه خونه بود. آره دیدم. قهوه باشگاهه. آره آره. ده تا موتور اونجا پارکه. یه دونه موتورا رو بعد قفلش رو بشکن بلدی؟ آره. سوار شو بعد برو بیا خواب. که یه وقت من نامرده احتمال داره زودتر بیام برم، من پشت سر اینا برم که تو جا نمونی. خب باشه. من رفتم. کجا میری؟ من نمیگم برو بلش. قهوه خونه این پایینه. باشه. من رفتم. مراقب باش. چیکار کنیم؟ ببین من برم دنبال این، تو میمونی اینجا؟ آره برو، مواظب خودت باشی. چشم قربان. زود برمیگم. تو هم مواظب خودت باش. شد پیروز رو که دیدم رفت مسافرخونه. اون یکی کو؟ اون یکی هم همونجا روبروی مسافرخونه است. کو؟ خیلی خوب خودش استتار کرده، موتورام همونجاست دیگه. خیلی حرفه‌ایه، یه موتور رو تو 7-8 ثانیه دزدید. حالا با حتی که بمونیم کشیک بدیم، کار دیگه هم میشه کرد. خوابمون میاد. آره تو صبحم خیلی رانندگی کردی، میخوای بگی بخواب. باشی میشه تو همین مسافر خونه بمونی؟ خوای برم برات یه پتو بیارم؟ نه همینجوری میخوابم. تو بخواب، تو بخواب، من حواسم. حواست باشه، مواظب باشی. حواسم. بخواب، جواب میدم. بچه های اصفهان هم. نه خودم صحبت میکنم. الو سلام قربان، وقتتون بخیر باشه. ممنونم. بله نه تحت نظرم. بله قربان، هر جور فرماندهی سلام بدونم. بله من خودم شاهد وقوع جرم یکیشون بودم. بله اگه فرمانده دست رو بدم بازداشت نشم ممنون میشم. بله دیگه احتمالا هم دست دارن. بله منتظر دستورات هستیم. ممنونم. یا علی، خداحافظ. فرمانده بودم، دستور بازداشت همه رو صادر کرده بودم. سروان رشیدی ازشون خواسته که نظر منم بدونه.
احتمالا یه سری نیرو هم بیاد این طرف. خوبه زهرا، خیلی خسته شدی، میخوای بخوابی؟ آره خدا خیرت بده، هیچ خوابم. آره من حواسم هست. علی اکبر، یادت دو سال پیش تو مدرسه چقدر به حرکات خسرو اینا مشکوک شده بودی؟ آره فکر نمی کردم یه همچین جونه برایی باشن. و 7 اسفند 97 ساعت 17. جان سلام بفرم، در خدمت باشیم. سلامت باشیم. با اجازه. خیلی مشکوکم. آره منم خیلی دوست دارم سر از کارشون در بیارم. میام شیرین، پیکان حله، تعریفش کرده. کی قرار کار بذاره؟ من میذارم. چی رو من میذارم؟ تو با این هیکل گندت مگه زیر پیکان جا میشی؟ من میذارم. نه خیلی خوب، خودت بذار، فقط اول باید کار اینجا رو تموم کنیم. مگه اینجا کار تموم نشد؟ بازم مگه کار داری؟ باید توی دیوار رو چند تا تراش بدیم، مواد منفجره رو اون تو جاساز کنیم. نمیخواد که، یاروگا همینجوری به چسب، دیوارش بتونی نیست. پیروز منم که تصمیم میگیرم، باید مطمئن باشیم. آخه شیرین، درین خیلی صدا میده، صداشو میخوای چیکار کنیم؟ صدا خفه کن میذاریم؟ چرا چرت و پرت میگی؟ خودم باید بهش بکنم. چطوری رفیق قدیمی؟ با این؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ من با این فولاد چند لایه رو سوراخ کردم، این دیوار زپرتی که چیزی نیستش که، راحت سوراخ میکنه. میشه موقعی تراش که بشه، فقط باید چند سانت تراش بدیم. کاراشون خیلی عجیب قریبه. خب ولی زهر و اینا فرهنگی هن اینجا. آره همین فرهنگی بودنشونه که کارو پیچیده کرده. میگم علی اکبر، نکنه اینا فرهنگی نباشن؟ یعنی خودشون رو جا زده باشن؟ ممکنه. از آقای سالایی میخواییم که از اداره سلامشون رو بگیرن. دختره امروزی رو نگاه، همه شون خودخواهن. یعنی نمیخواد زن یه آدم افسرده بشه خودخواهه؟ رامتین بریم اون که بابا در مورد داداشو درست صحبت کن. مثلا خودتو یه دختر داشتی، دخترتو میدادی به یه آدم افسرده؟ یا خود من عاشق شدم دختر افسرده است، میرفتی برام خواستگاری؟ خانو پسی جمع کن بریم، پسی جمع کن بریم. خسرو پاشو بیا. درست همین جایی که برات علامت گذاشتم و به قدر 4-5 سانت برای من تراش بده. پیروز تو هم اونجا بای نستا، برو بیرون سرگوشی آب بده کسی متوجه نشه. باشه جاش. خسرو فقط صداش کم باشه، هرچی کمتر بهتر. باشه خودت هم اینجا بای نستا، سر صداش زیاده. بیا رامتین عزیزم، آروم بیارش. بفرمایید تحویل بگیرید. سلام علیکم. سلام. میدونی چند وقته پسرمون مریضه؟ میدونی چند وقته نتونسته راه بره؟ میدونی چند وقته نتونسته یه لبخند درسته حسابی بزنه؟ تو زدی همه چیز خراب کردی. یعنی عامل افسردگی پسر شما منم؟ عامل افسردگیش که نه، ولی حداقل میتونستی عامل خوب شدنش که باشی. واه هول خوردیم، ما تازه رسیدیم. این رفتار از شما بعیده خانم. این چه حرفیه که داری میزنی خانم؟ چی داری میگی شما؟ چی گفتم خانم؟
من خودم روانشناسی خوندم، مشاور خانواده هم هستم. اینجور که راضی خانم برای من تعریف کردن، مائده جان کاملا درست و عاقلانه رفتار کردن. اینه بچه مریض دارم. خانم اگه شما روانشناسی خوندین، منم جامعه شناسی خوندم، فوقش هم دارم، همه چیزا هم خوب بلدم، ولی اینم خوب میدونم که همین شما روانشناسا هستین که با یه مدرک الکی اومدید. خانم شما چرا دارین به من توهین میکنین؟ چه توهینی؟ این توهینه. هیچ طرز حرف زدن با یه خانومه؟ به شما چه ربطی داره آقا؟ مثلا فرهنگی هست، مثلا شما فرهنگی آقای مردم، من هر چی به شما هیچ نمیگم، شما هر چی به من هیچ نمیگی. بیرون دعوا میکنم. آره خسرو، دو سه تا خانواده دارم با هم دعوا میکنم، اگه زودتر میتونی تمومش کن. خب سلام آمو جون، پس این داداشی چه شده است؟ برای اینکه حالش خوب شده بود. چه خبره؟ اینا کیان اینقدر سر و صدا را انداختن، مدرسه گذاشتن رو سرشون؟ چه خبر است بابا اینجا؟ اینا بابا همشه باید هم نمیزنیم، همشه باید هم نمیزنیم. یعنی چه چه خبره؟ اصلا مطلب چیه؟ چه خبره؟ سلام علیکم آقای صالحی، خوب شد اومدی؟ اینا یک درست کرده بودن اینجا؟ یعنی چه؟ شما عزیزانی من همکارانه، من یعنی فرهنگی هستی؟ آقای اینجا یه محیط آموزشیه زشته. عقب شما سابقی ساری، من از طرف همه از شما عذرخواهی میکنم. بفرمایید. و بیا مازن در آینم و بیا آباد آن وقت به ما اسمان یا میان آدرس اشتباه بدیم. آقا کریم تمومش کنی که ختم قائله. یار مداره که آقا رو برنیمی بهشون بدیم. بزا حالا ساکشه بزرده بیا. میگه اما جونم این دوره برا بودی صدر چک کشتی میومه؟ چک کشت؟ من واسم به جره وحسه اینا و چیزی نفهمیدم اصلا. به هر حال شما هر اتاق یا تحویل گرفتی قشنگ بررسی میکنی ببینی مسافر چیزی جان ارزشته باشه. از همه مهمتره میخ به در دیوار نزده باشه. میخ ها برای من رخت و اینا. به هر حال میگم آقا مرادی ندیدیش؟ مرادی کدومه؟ ما چند تا مرادی پذیرش کردی؟ ها همین بچه فوتبال یاره میگی؟ همین که میاد اینجا. اینا هاش دیدمش. آقا اینه بذار تو دفتر تا برای بگم بطور چش. آقا میگم آقا اینه جیب کلت رو خریده؟ چطور؟ گرونه سینا با مسئولیتش با خودی من است. برو دیگه هی حرف و کش میده. آقا کریما، آقای مرادی سرصدا شده، تا میتونی الان زودتر کارت انجام بده. تو نباید بدوی بزنی به در و شیشه و در دیوار تو باقی اینجوری نمیشه. فدا شنم بخاطر این نارتون بابا جان. به به به. سلام علیکم. سلام.
احوال سلام خانم، حال شما. محمد بابا سلام کن. سلام. سلام محمد جان، خوبی؟ خوب هستین؟ سلام. ممنون آقای مرادی. بزحمتایم. اختیار دارین نفرمایید. آقای مرادی، راستش می‌خواستم با اجازه دون این توپو هدیه کنم به آقا محمد. والله دستتان درد نکنه ای سالی. دستتان درد نکنه ای سالی. خواهش می‌کنم. دستتان درد نکنه ای سالی، زحمت کشیدید. اختیار دارین. فقط ای صالحی، محمد جان شهرستان درس میخوانه، شاگردین مدرسه نیست، جایزه چرا؟ نه نه، اصلا مسئله این که دانش آموز این مدرسه هست یا نیست کاری نداره. یه مسئله شخصی است، طرفی خودم. بنده این توپو به عنوان هدیه روز تولد آقا امیرالمومنین با بازی قشنگی که دیشب آقا محمد کرد، میخوام بهش هدیه بکنم. به خاطر دیشب. فهمیدی محمد جان، آقای مودی میخوای توپو بدن جایزه به تو. یعنی این توپ مال منه؟ بله، تشکر. آره عزیزم. ممنون. محمد، از اون قانونی گران گران هست. دست شما درد نکنه. نه آقای مرادی، خیلی هم گران نیست. اصل نیست، ولی کار آقا محمد را میندازه. ای سالی نفرماین، نکوس هرچه میرسد از دوست، نفرماین تو نخودم. یعنی تو مال خودمه؟ آره دیگه، مال خودت بگیرش محمد جان. بگیرش. ده نده پسری گلم، نشد. من توپو تاب شما بدم، شما عین موشک میرید یا من گیرت نمیارم. آها. مثل اون موقع که میرفتی من نمیترسم، مثل اون موقع است. آها. من اول به دو تا مورد با شما در میون بذارم. یک، هیچ وقت بدون اجازه توپ یا وسایلی کسی رو بر نمیدارم. آفرین، هیچ وقت نباید دست بزنی به وسایل دیگر. دوم، هر چی خواستی باید بری اجازه بگیری. اجازه باید بگیری. البته من یه صحبت های با مسئول تیم سپاهان کردم، قرار شدست که تستی ورزش بگیرم بعد اعلامی نظر بکنم. آقا به جای محمد هر تستی باشه من میگم قبول، ریاضی، علوم، همش همه رو خانم ورزش. آه و ارتش ورزش هم تست داره. حالا این شما و این توپا، این هم حیات مدرسه قبوله؟ شیشه نباشه اصلا، اون وقت شیشه میشه نیست. برو برو عزیزم. اصلا شرمنده شما، یه یک گفتی، یه دو، یه سه جامانت من بگم. بفرمایید. البته جسارت ها. نخواهش بکنم. این همه رو گفتی، راجب پول و اینا حرفی نزدی. این بچه به خدا ای ساله، من با نیسان کار میکنم، مادرش مال ما خرجش بزرگ در میاریم، در رسیده به این سن. بعد آقای مرادی. بله. ورزش و علم و تندرستی با هم توامه. آه ورزش و علم و تندرستی. تندرستی. فقط یه چیز دیگه، یعنی این به جای میرسه مثل شما کت شلوار بپوشه و ساو مدرسه بشه و جایزه بده و آقای مرادی بلد. آقای مرادی، بهترین آموزشگاه و مدرسه های فوتبال از نظری پایه تو شهری اصفهان و اهواز خیلی جالبه، ولی بهترینشون تو اصفهانه. الان بهترین بازیکن تیم فوتبال تو همین اصفهان تو تیم سپاهان و زباهن دارن بازی میکنن. میدانم، خودم همه این فوتبالیست ها از اصفهان آمدن، علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا، وریا قفوری، از همه شان از اصفهان آمدن. بزن زیرش دی ماشاءالله رو بشیشنه. یواش 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 یواش. معلوماتتون خیلی بالاست آقای مرادی، خیلی خیلی آفرین. شده انصافا مینا خانم پشت مائده خیلی خوب در اومد، کیف کردم. آره خودم اصلا انتظارش نداشتم، خیلی حال کردم. اینکه معلومه عباس آقا از ما و خانوادمون خیلی خوشش اومده. آره اصلا کیف کرد، مخصوصا من. خدایش، من فکر نمی‌کردم از ما خوشش بیاد. خب می‌بینه پسر به این خوبی، خانواده با این شخصیتی باید خوششون بیاد. آخ چون پس همه چی اوکیه دیگه، همش تموم شد. آفرین، اینو خوب بودی. حالا میریم قایم شهر یه عروسی حسابی را میندازیم. میگذره چکرم. سردیاری، سردمداری، مرد نبردی، اهل بومردی، عشق جنگی، سوار پلنگی. بس
دست درد نکن. میگم عباس آقا این واعدهشون خیلی دوست دارم، ماشاءالله خوب دختریه، ماشاءالله همچی عاقل و داناه، خیلی با کمالاته. یعنی اگر من یه پسر داشتم همونه برامو میگیرم. بابا پس میلادشون چی؟ وایده هایده این چه حرفیه؟ من پسر رو پسندیدم دیگه، لطفشونم در حق بارانه هیچ وقت فراموش نمی کنیم، پسر خوبیه. در کل خانواده خوبی هم، مثل خودمانم خودمانی هم. ما پس آیده کی عروس میشه؟ آیده که الان هم عروس ما را اینجا نه، اونطوری که لباس عروس بپوشه و یه دست گل تو دستش بگیره. خواهر کل هم دیگه بارانه جان، انشالله عروس هم میشه، لباس عروسی هم میپوشه، تو هم لباس عروسی میپوشه، بزرگ شدی قلن عروسی میگیریم. نی نه نه نی نه 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 نی نه 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 نی نه نه نی نه 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 نه. چای بردار. بله چطوری از هر موقع تو خونه بهت میگم یه کاری انجام بده، خیلی کار داری، حالا همش بیکاری اینجا هی میتبی. من که همش اینجا بله. من حالا دیدم یخت شلوغ شد اسم مدام کمک شما میگم ما اینا اینا نه از یه تکو نمیگه او قبل یاره میگه اونا رفتن چطور؟ میچی هم پولی وایسم اینا این همه چایی برای کی ریخته؟ بسه ما صافره تازه اون ندن خسته کفته گونه هست. اینه خسته کفته گونه خودم میبرم همه؟ با دست درد نکنه آقای کری. آقای سالاری ببخشیم گفتین از کجا اومده؟ از مشهد. به 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 آقا ماسالی نبد یک قسمت شد اومدیم پا بوسی آقای امام رضا انشالله آقا دوباره ما رو بطلبه. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش اومدی. سلام آقای ساله. سلام آمو جون. خوبی؟ خسته نباشی. سلامت باشی راحل خانم. میگم به به این رنگ و لعاب و این عطر و بو نشون دهنده نیست که این چای ما حسری زحمه که شماست راحل خانم ها. نوشه جونه دو نظر لطفه دونه. سلامت باشی. بله حالا دیگه چای ما آران انگس و چای ایشون بل و بل بل. من کی همچه حرفی زدم آقا کریم؟ چای شما خوب است، بعضی وقتا طعمش فرق میکنه. بله فهمیدیم چقدر به ما لطف داری. لطف همون آقای صالحی. بله میخواین کمکتون کنم؟ نه خیلی من هستم، شما بفرمایید کار داری. راحل خانم آموجو به نظری من بهترین کار اطاعت امر پدر و مادر است، مامادون درست میکنه. باشه چشم. میگه اما شما دیگه نمیخواین بری خونه؟ چطور آموجو؟ خواهی فهیم خانم بند خدا دست انده گونه. من اتاق آقای سالار یکی تحویل بدم میرم خونه آقا جو. باشد میخوایی من تحویلشون بدم؟ شما که نمیتونی این سه طبقه رو هی برین دو بیان. آقا جو همین ها جوونن هم من هر سه طبقه رو قبراغ میریم بالا، من اتاق تحویلشون میدم، شما نگران نباش. باشد حالا در هر صورت به نظرم که شما زودتر بریم، من کمک بابا هستم. من اینجا موندم کارا رو انجام بدم، کارم که تموم شد میرم. باشد چه بدی من اینو ببرم. نه خیلی خودم میارم، شما بفرمای کار دو دارم. بفرم چشم. بفرم با همی. حالا دیگه با آقای صالحی هم دست دور میده؟ زشتست بابا. بابا این آقای صالحی ها دیگه حکم پدره واسه من داره. بله که این تو حالا نکه مثل شما با، ولی دیگه مثل امو هم که دیگه میتونه باشد ها؟ باشه حرفت زدی دیگه. بابا خود چرا همچه میکنه با آدم و یه ذره به من گوش کنید بابا. یعنی که دختر بهش دستور بده ها؟ من اطاعت از پدر و مادرم فهمیدی؟ از این سر کنید من حالای ظرفا رو برای شما میشورم. میشوری؟ بله بری کرد. میتونی تمامش کنی؟ آره بابا چیزی نیستش که. میخوام پیروزو بفرستم یه سری وسیله بگیرم. بفرستش ولی ببین حواست بهش باشه ها. آقا
چی بگیرم؟ نون پیاز 10 کیلو پیاز. بودو چی؟ شام نون پیاز؟ شام نون پیاز چاشنیش پیازه. بودو بودو یادتون نره. یخت سر دو خان بچه‌ها جمع جور کنیم بیاین تا شام میشه به ادا با هم بخوریم. باشه بابا اجازه. سلام علیکم. خوبی شما؟ خوبی؟ خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. چه ریش کنه دوست داری؟ هم به این باحالی، به این خوش‌تیپی، به این باهوشی، به این زرنگی. طوری شده؟ جان آکه، سلام آکه. سلام علیکم. نه، باشه آکه. آقای سالی پش محل نرفتی؟ چرا آما جون؟ کارام تموم شد داشتم میرفتم. خب پر روزه پدرم بدون تبریک میگم. سلامت باشی. منم تولدی آقا امیرم مامینو تبریک میگم. ایشالا سال یعنی سال سایه پدر و مادر بالا سره بشد اینم عید. وای دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ سر شما درد نکنه، قابل شما رو نداره. بفرمایشون. ببخشید. بله. بفرم تمام شد. شیرین یه چیزی میخوام بهت بگم، فقط ناراحت نشی ها. من به این داداش پیروز شک دارم. چرا؟ من میترسم این پیروز آخر قالمون بذاره. نه، انقدرم بیمارم نیست. آخه من چند روز زیر نظر گرفتمش، رفتارش کلن تغییر کرده. الان که طلاها داره میاد بیرون این حرف داری به من میزنی؟ تو هیچ موقع به حرف من گوش نمیدی. آخرش به این نتیجه میرسی که من درست گفتم. چی بگم؟ ببین بذار من یه چیزی بهت بگم تو گوش کن. برادر من پسر پرویز دست طلاست. حتی اگه یه قطره از خون اونم تو رگش باشه این کارو نمیکنه. من بزرگش کردم. خود دانی از من گفتم بود. آماداش کردم. الان میرم. واقعا اومدی؟ آقا چی ازت لوک گرفتم؟ من لوکیشن فرستادم ولی باورم نمیشه بیایی. تو هم داییتو نشناختی. دایی نوکرتم. ولی اگر نمی اومدی خدا از پس کار برمی اومدم. میدونم میدونم تو بچه پرویز دستطلایی. من اومدم وردست صدایستم کمکت کنم. تو کاریمو نکن جابی. چه؟ ببخشیم ببخشیم دایی جابی. از دهنت نیفته دایی جابی. یه کاره مثل غریبا بگو جاویده با حالا بگو چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ بیا ببینیم یه جو بشینی از سیر تا بیا جاید تعریف کنم اینم چیکار باید کنم ببینیم این چه میدن خب خیلی مراقب باش. بلم نکن. خب آروم آفرین برو کنار. اومدی؟ نون بایی شلوغ بود. بفهمه این نون اینم پیاز. خیلی ممنون. میگم شیرین خسته ایم یکم استراحت کنیم. مثلا چقدر؟ 10 دقیقه. 5 دقیقه. خب وضع شد استراحت بسته میریم سراغ دومی.
بیا کجا بیام بابا؟ بیان دیگه بابا ولکو تو نمیبینی من حال ندارم اصلا این خبر خیلی بکنی خونه صبح شما تو این جایی نمیشه بابا عزیزم بگو نسته تو بگنم خورده صبح تا شبا بله الان فهم کنه الان موقعیت عیده خب باشه چه فرقی میکنه شما شما ردون اینجا هست بدون زنگ میزنن فرقش نیست که گوش بده بابا فرقش نیست که شبی نصف شب اون یکی میاد با اسمش بنویسه یعنی چه یعنی دیگه برای ما عید شب عید اینا فرق نمیکنه بابا من این قضا رو میآوردم من اونجا می خوردم این همه رو منو کشوندی بابا خوره چی کار دونه که مامان بیان یه جوری میبستید یه برای خفشم برو برو چپ 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 یه باش یه باش بشین روزتون مبارک از جراب آقا جراب چی چیه؟ امسال جراب نخریدیم آقا کریم میشه سندروش مبل رو عوض کرده که این وضع دقت کنید مبل مال پارسال است مبل چی چیه؟ یخت بلنشی؟ باری کلا اصلا من با میخواستم بگیرم برای همین بله ماشینم همین رو کم داشت بله ما دیدیم وام شما در نیمه دیسا خودمون برات گرفتی برم بندازم رو ماشینم چیزی مختم این کار بو سوخت داره میاد کیک نسوزه بودو 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 انشالله سفید بختت کنه عجب فکری کردی باری کلا باری کلا الهی سفید بخشی به 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 عجب چیز داری کمرم داشت خورد میشد یه نیابو یه کمر خوردی و بده خوردی و اینا تموم شده را یکی یکیست به 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 تموم شد پا درد و کمر درد و شیش آشم باید دادم برای روزی پدری سالی دیگه میگم دودی کنه ساعت صاف کنم بهش میگم اینجا رو درستش کنه دا بالا سر این بالاشم بزنم بر چشمی بعد لعنت یه کاری به سرت بکنم که خودی کمپانی بیاد ماشین رو ببینه یه کریم بیا تا بریم ببینم کی ماشین اینجوری درستش کرده میگم به به طراحش میدونه کی بوده میگم چی بوده میگم بدون نمیگم اما خدا سرت نگذره صالحی با این خونه که به من دادی آخه این درس داره این خونه زنم هم زوری ازش رد میشه چه برسه این ماشین اوه حداقل یه خونه پارکینگ داری یه چیزی دور اینجا طولی بکشن یا یه دیوار بکشن بچاد خط خطش نکنن این عزیزم نه بهتره نمیدونم چیکار کنم فقط شب و روز دارم دعاات بکنم صالحی آره دارم دعاات بکنم خسرو کریم رفت بجون کارو تموم کن بری تموم کردم کسی نیست بری بجون چی شد درست شد؟ آره درستش کردم خیلی خوب پیروز برو تو طبقات یه دوری بزن کسی نباشه بعدم برو تو حیات اون کاری که بهت گفتم انجام بده باشه کسی که ندید چرا بابا کریم اومد بعدش چی شد متوجه نشد چایی داریم
داریم ولی وقت نداریم. خستم. میلا جان، متن کارتو چی بنویسیم به نظره؟ متن کارت؟ دیگه اچه اونجا هست میگیریم بنویسیم دیگه، یه سری نمونه دارم بالاخره. نه نه، یه چیز جدید بنویسیم که جذاب باشه، جدید باشه. جذاب باشه؟ خب هرچی خود نوشتیم من میدم اونو چاپ کنم. خب پس بزا فکر کنم. چی شد؟ هیچکی نبود. بقیه این عروسی ما شما دیه. نه نه نه، هیچکی نبود باشه. اینا هم تازه رسن به کارت عقد. حالا کو تو عروسی؟ برو، برو حواست باشه تا رفتم یه خبر بدم. باش. امیرعلی هم قشنگه ها، ولی به نظر من بگردیم دنبال یه اسم ایرانی مثل روحام، بهزاد. خوابت میاد؟ نه زیاد، نه یه ذره خوابم میاد. چرا خمیازه میکشی؟ اصلا بگم بریم بخوریم دیگه. نظر چیه؟ بریم. شما بفهمید. بفهمید. برو برای چک نهایی، برو. من میگیرم دو کس بزن. بودو منو سلام دایی، کجایی؟ من پیش پیکانم. میبه الو یا دایی جایی، تمام مدت اینجا بودی؟ چطور من نهیدمه؟ اگه قواشی تو منو بیمید که من جابید بپا نیستم که دیشه خبه. الان این پیکانه میتره که مراقب خودت باش. نگران نباش، نگران نباش، برو 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 برو، شک نکنم، برو. پیروز الو پیروز، چه خبر؟ مطمئنی؟ خیلی خوب، زود برگرد، میخواییم دیگه تمومش کنیم. برگرد. منی چیز ردیفه؟ خیلی خوب بچه ها، آماده این نه، این برات پیکنیک فکون نرفته باشه تو تا سالهی برخمه نم در به درمون کرد، در به درمون کرد.
خودمون از زودم ماشین همون از زودم دم بدم ماشین همون بدبخش کنم دم بدم.